سلام به ماهتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. طرز تهیه اسکباب خانگی رو قرار با همدیگه ببینیم به چه صورته. مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو سلامتی زیبایی علاقمندین، چنل یوتیوب همو ساب، ویدیو لایک و در نهایت نظراتتون رو برام کامنت بذارید. بچه ها اولین اسکبابمون اسکباب لیمو ترش و عسل هستش که لیمو و عسل و همراه روغن زیتون یه ترکیب فوق‌العاده‌ای برای شادابسازی پوست هستش. یه قاشق غذاخوری از هر یک از این مواد رو به همراه نیم فنجون شکر، ترکیبیه که دست باعث میشه که خیلی از مشکلات پوستی شما درمان بشه. کافیه که مواد رو با هم دیگه مخلوط کنید، بذارید به مدت 1 دقیقه با حرکت دایره‌ای رو پوستتون ماساژ بدید و بعد صورتتون رو با آب بلم یا گرم بشوید. اسکراب بعدیمون جوی 2 سر پرک هستش به همراه عسل، 1/2 فنجان جوی 2 سر، 2 قاشق غذاخوری عسل، 1 قاشق غذاخوری جوی جوز هندی، 15 قطره روغن استخوندوز و 15 قطره روغن درخت چای. تمام مواد رو با هم دیگه باید ترکیب کنید، ولی قبلش جوی 2 سر پرک رو حتما باید آسیاب کنید و وقتی که خرد شد اونو با مواد مخلوط کنید. به مدت 5 تا 10 دقیقه رو پوستتون بذارید بمونه، سپس پوستتون رو با آب بلم یا گرم بشوید. اسکراب دوممون شکر هستش. بچه شکر با 1 یا 2 قطره آب و 1 یا 2 قطره روغن استخوندوز یا روغن درخت چای میتونه باعث از بین رفتن سلاح مرده پوستتون بشه. برای استفاده از این اسکراب موادی که لازمه و کاملا داخل یک کاسه باید با هم مخلوط کنید، به واسطه انگشتتون رو پوستتون ماساژ بدید و بعد با آب گرم و ولرم صورتتون رو بشوید. در صورت نیاز هم حتما مرطوب کننده بزنید. اسکراب بعدیمون جوی 2 سر هستش، عسل و روغن زیتون، که این اسکراب با ترکیب جوی 2 سر، عسل و روغن زیتون یکی از بهترین گزینه ها برای پوستای خشک. 1/4 فنجان جوی 2 سر خام، 1/8 فنجان عسل، 1/8 فنجان روغن زیتون. اول از همه جوی 2 سر رو باید آسیاب کنید، بعد وقتی که کاملا پود شد داخل یک کاسه کوچیک جوی 2 سر رو با عسل و روغن زیتون باید مخلوط کنید. مقداری از این مخلوط رو پوست صورتتون بزنید، به مدت 1 دقیقه ماساژ بدید، 5 تا 10 دقیقه بذارید بمونه و وقتی که جذب شد با آب سرد کاملا بشوید. بعدی اسکراب گوجه فرنگی و شکر هستش، چون داخلش لیکوپون داره که به عنوان یک ضد آفتاب عمل میکنه. کافیه گوجه فرنگی رو له کنید، شکر داخل 1 قاشق شکر بهش اضافه کنید و بعد بذارید تو پوستتون مدت 15 دقیقه دورانی ماساژ بدید و بعد پوستتون رو با آب ولرم یا سرد بشوید. اسکراب بعدیمون اسکراب بلوبری و عسل هستش که کافیه که 2 قاشق غذاخوری عسل، 2 قاشق غذاخوری شکر و 2 تا بلوبری رو داخل یه مخلوط کن بریزید، کاملا مخلوط کنید. بعد روی پوست تمیز کاملا رو به صورت دورانی ماساژ بدید. 15 دقیقه صبر کنید، سپس با آب ولرم صورتتون رو بشوید. چند تا نکته بهتون بگم. بچه اول از همه قبل از استفاده از هر کدوم از این اسکرابا توصیه میشه که حتما روی بازوتون تست کنید که مطمئن بشید که یه موقع خدای نکرده آلرژی، حساسیت، قرمز، التهابی نداشته باشید. بعد اینکه اول صورتتون رو کاملا تمیز کنید به واسطه ژل شستشو، بعد از اسکراب استفاده کنید. بعد نکته آخر اینه که تمامی اسکرابایی که گفتم و بیشتر از 20 دقیقه رو پوستتون نباید بمونه و اگر هم بعد از 24 ساعت آلرژی روی پوستتون قسمت بازوتون به وجود نیومد، شما میتونید از این اسکراب تو بقیه جاهای بدن هم استفاده کنید. یادتون باشه بعد از استفاده از اسکراب حتما اگه که در ظهر قراره که از خونه بیرون برین کرم ضد آفتاب استفاده کنید و بعد از اون هم، یعنی بعد از کرم ضد آفتاب میتونید حالا میکاپ کنید و پوست خوبی داشته باشید. و یه نکته دیگه این هستش که حتما بعد از دست اسکراب از کرم های مرطوب کننده برای کل بدنتون استفاده کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو برای عزیزانتون هم بفرستید. مرسی.